سقط جنین را تا کجا باید مجاز دانست؟ آیا حق جنین برای زنده ماندن بر حق مادر برای تصمیم در مورد بدن خود ارجحیت دارد؟ آیا دولت‌ها و مذاهب حق دارند در این مورد برای زنان تصمیم بگیرند؟ سلام به بینندگان پرگار. قدمت بحث در علم و فلسفه در مورد سقط جنین نشان از تنش بین حق انتخاب مادر و حق حیات جنین است. بقراط در سوگند نامه خود پزشک را از کمک به سقط جنین باز داشته. هرچند گفته می شود در آثار دیگر خود در مورد فن سقط جنین صحبت به میان آورده. ارسطو می گوید مرزی که سقط مجاز و غیر مجاز را ترسیم می‌کند جان گرفتن جنین است. در تفکر اسلامی این مرز به شیوه دیگری بیان می‌شود، دمیده شدن روح در جنین. اما هم دمیده شدن و هم روح مفاهیمی بسیار مجردند. در دنیای سخت ملموس و بیگانه با این مفاهیم مجرد، هر سال 47,000 زن بر اثر عوارض ناشی از سقط جنین می‌میرند. شمار زیادی از این زنان در کشورهای چون ایران و افغانستان به دلیل انجام سقط در شرایط نامساعد و مخفی جان می‌دهند. گفتن اینکه این سقط‌های غیر قانونی از سر جدی نگرفتن حق حیات فرزند آتی است، ناشی از بدفهمی شرایط زندگی این زنان است. اما آیا شرایط سخت مادر می‌تواند دلیلی برای سلب حق حیات از جنین باشد؟ آیا مادر می تواند هر تصمیمی در مورد بدن خود بگیرد؟ به خصوص آنجا که در این تصمیم پای یک موجود زنده دیگر در میان است؟ ولی آیا مجبور کردن مادر به حفظ جنینی که نمی خواهد نگه دارد، مشکل را دوچندان نمی کند؟ این موضوع را با مهمانهای این هفته در میان می گذاریم. فرهاد افشار، جامعه شناس و مسئول جامعه مسلمانان سوئیس. آقای افشار، در این که معتقد سقط جنین نباید غیر قانونی شه، ولی معتقد سقط جنین عوارض بسیار بدی داره، هم برای جامعه هم برای خود زنان، و معتقد با آموزش باید سعی کرد جلوی سقط جنین رو گرفت. جیلا موحد شریعت پناهی، پژوهشگر مسائل زنان. خانم شریعت پناهی معتقد باید منع قانونی وجود داشته باشه بر سقط جنین و معتقده که سقط جنین از در واقع عوارضیه که جامعه امروزی دچارش هستن و باید راهی پیدا کرد، از جمله از طریق قانون اون رو تا حد ممکن منع کرد، هرچند ایشون تبصره هایی بر این غیرقانونی بودن سقط جنین قائله. و سوده راد، فعال برابری جنسیتی. سوده راد معتقد حق انتخاب مادر ارجحیت داره و باید این حق رو به رسمیت پنداشت در تمام کشورها. خیلی ممنون که در این بحث شرکت کردید. آقای افشار، ما یه نقشه میندازیم روی این صفحه‌ای که پشت سرتون هست. این نقشه نشون میده در بسیاری از کشورهای جهان، اونجا که با رنگ سبز مشخص شده، شما این نقشه رو قبلا هم دیدید، سقط جنین قانونیه، منع قانونی برش نیست. در بعضی از کشورهای جهان، اونجا که رنگ قرمز هست، سقط جنین غیر قانونیه مگر در شرایط خاصی، از جمله اونجا که جان مادر در خطر باشه و تا یه زمانی این کار ممکن انجام بشه. به این ترتیب ما دو قطب داریم، در مناطقی که سبزن سقط قانونیه و در مناطقی که قرمز هستن غیر قانونیه، جز موارد معدودی. در بقیه کشورها که با رنگ زرد و میشه گفت نارنجی مشخص شدن، یه جایی بین این دو قطب این کشورها قرار گرفتن، یعنی اجازه میدن ولی باید شرایطی مهیا بشه. مثلا در انگلیس اگر مادر بگه که من نمیتونم تقبل کنم بزرگ کردن این بچه رو، اجازه میدن. ولی نکته جالب اینه که آمارها نشون میده، یا لااقل برآوردها نشون میده، که در کشورهایی که سقط جنین غیر قانونیه و در کشورهایی که قانونیه، در عمل میزان سقط تقریبا برابره. این نشون میده که غیر قانونی کردنش
به جایی نمیرسه. دلیلش چیه؟ من فکر کنم یه فرق عمیقی بین جامعه شناسی و فلسفه وجود داره. هدف جامعه شناسی اینه که کاهش آسیب رو ما فراهم کنیم. اگر با چند عدد ما این موضوع رو بررسی کنیم که پایش بهداشت جهانیه، میبینیم در دنیا سالی 45 خانم دست به این عمل میزنن، یعنی میلیون 45 میلیون بله. و روزی تقریبا 125,000 نفر بله. و جالب اینه که 83% این بانوان همسر ندارن و 50%شون زیر سن 25 سالن و از این مهمتر 3/4 زیر خط فقرن. بس این عددا نشون میده که راه حلم در پیش هست. فقط موضوع آموزش نیست، باید ساختار رو عوض کرد. ولی غیر از مجاز بودن و غیر مجاز بودن، موضوعی که خیلی مهمه آسیبه. اگر مجاز نباشه این عمل به شکل حرفه‌ای انجام نمیگیره و آثار منفی فوق‌العاده داره. در آمریکای جنوبی چون کشور کاتولیکن اکثرشون و ممنوعه، این نشون میده که آسیبش هم خیلی بالاست. یعنی 21% مرگ و میر ما داریم اگر از اونایی که سطح جنین میکنن بله. و در کشورهایی که مجاز هست مثل آمریکای شمالی این موضوع میرسه به 0.3%. بس کوشش جامعه شناسی در اینه که با مقامات اون کشورها موضوع رو مطرح کنه و یه راهی نشون بده که ما از حد اکثر 21% آثار منفی که مرگ و میره برسیم قدم به قدم به 0.3%. ولی چجوریه که غیر قانونی کردن سقط جنین در مجموع در میزان سقط تأثیری نمیگذاره؟ یعنی چه کشورهایی که قانونی کردن چه غیر قانونی کردن، کم و بیش آمار نشون میده که به زنها دست به این اقدام میزنن. یه جامعه شناس بعد این براش خیلی جالب باشه، نه؟ حتی پای مرگ هم گاهی میرن. بس ما نباید تکیه کنیم به قانون. در جامعه شناسی همیشه ما با واقعیت طرفیم، نه با قانون. قانون یه نرمیه که میگیم خب یه تعهدی میکنیم، ولی دلیل نیست که تعهد اجرا بشه. کافیه شما به قوانین ترافیک نگاه کنید و ببینید سرعت در خیلی کشورها محدوده، دلیل نیست که مردم رعایت کنند. بس راه اجرای قانون رو باید ما مطرح کنیم و اون نشون میده که راههای دیگه ای هست. فقط با من کردن نتیجه مثبتی ما به دست نمیاد. بله. بعد از این کادر عمومی در مورد میزان سخت در کشورهایی که قانونیه و غیر قانونیه، برگردیم به این بحث اساسی که آیا حق انتخاب مادر باید ارجح باشه یا حق حیات جنین. اگر در علامت نقل قول بگذاریم، حق حیات رو برای جنین هم به رسمیت بشه شناخت و در چه زمانی از رشد اون جنین، شما معتقدی حق انتخابه که برتری داره؟ چرا خانم راد؟ البته وقتی که از سخت جنین صحبت میکنیم باید مشخص کنیم که از سخت جنینی که خود به خود پیش میاد صحبت نمیکنیم، بلکه از خواست والد که اینجا زنه برای پایان دادن به بارداری، در واقع یک فرایندی در بدن خودش داریم صحبت میکنیم و اینجا بهش میگیم سخت جنین. چرا که این در واقع واژه جا افتاده، با اینکه فکر میکنم اگر به جای سخت جنین بگیم پایان دادن داوطلبانه به بارداری، شاید حداقل بتونیم یک گام مثبتی برای تغییر نگاه و اون استیگما و اون زخم زدن های به جامعه در واقع یا زخم زدن ها به زنی که این انتخاب رو میکنه به جلو بریم. واقعیت اینه که این اتفاق، این انتخاب کی برای یک زن پیش میاد؟ وقتی که از آموزش های جنسی فراگیر در واقع محروم بوده، معمولا از دسترسی به لوازم مؤثر پیشگیری از بارداری محروم بوده و به هر حال یک اتفاقی افتاده که یک نطفه در بدن شکل گرفته و حالا دیگه نمیخواد اون نطفه ادامه پیدا بکنه زندگیشو، که بعد بشه جنین، که بعد بشه انسان، که از بد و تولدش حق حیات براش به رسمیت شناخته بشه. در واقع اگر ما بخوایم حق حیات رو گسترش بدیم و بزرگتر از این ببینیم که از بد و تولد
در واقع پیش از بدو تولد هم بخوایم این حق رو برای جنین یا هر چیزی که می‌خوایم اسمش رو بذاریم قائل باشیم، حق حیات اون زن، حق استقلال اون زن، برابری اون زن با انسان‌های دیگه که توی دنیا هستن، کرامت انسانیش رو در واقع پایمال خواهیم کرد. اون چیزی که خیلی مهمه اینه که دوستان من، کسانی که مثل من فکر میکنن، خواستار دسترسی آزاد، ایمن و رایگان همه زنها از هر طبقه اجتماعی به فرآیندهای بهداشتی هستند که بتونن این انتخاب رو انجام بدن آزادانه، بدون اینکه خطر مرگ مثل اون 47,000 تا زن در واقع در انتظارشون باشه. از این 5 تا 7 میلیون نفری که بعد از سقط جنین مراجعه میکنن به مرکز بهداشتی، حداقل 3 میلیونشون طبق آمار بهداشت جهانی دسترسی به اون خدمات بهداشتی ندارن. خانم شریعت پناهی، شما برخلاف خانم راد معتقد به حق حیات جنین هستی و ارجحیت اون، به ما بگید چرا؟ والا من یکم تصحیح کنم اون بله. چیزی که شما میفرمایید، من معتقد هستم که هر دوی اینها رو باید از نظر علم پزشکی بررسی کرد و الان خوشبختانه علم پزشکی خیلی جلو رفته و ما تمام مراحل شکل گرفتن جنین تا به دنیا آمدنش رو میتونیم ببینیم. حتی اون چیزی که من مطالعاتی که انجام دادم، یکیش که زیربناش که قرآنی بود، که اگر ما بخوایم اون رو ملاک بگیریم با توجه به آیاتی که بررسی شده، حدود 10 هفتگی در واقع جنین جان بهش داده میشه. حالا ما بعضی ها معتقدن که جان انسانیه، ولی چیزی که من دیدم اینه که ممکنه که درد بتونه بکشه، یعنی سیستم اعصاب جنین شروع به شکل گیری میکنه. تا هفته 10 که جنین دارای جان از نظر حالا دینی و همچنین از نظر سیستم اعصاب دارای سیستم درد نیست، مادر رو مقدم میدونم و میگم که باید قانون به مادر اجازه بده که خودش اراده کنه و تصمیم بگیره. بین 10 هفتگی تا 20 هفتگی باید شرایط مشکل تری رو در قانون بگذاریم علنا، و همچنین باید کاملا آموزش بدیم به مادران که در مورد کاری که انجام میدن منجر به حاملگی احتمالی میشه احساس مسئولیت بکنن و بدانند که عواقبی داره و این یک بیماری نیست. بله بله. بلکه ایجاد یک موجود جانداره. بنابراین از 20 هفتگی به بعد اجازه بدین در مرحله بعدی صحبت بکنیم. معتقد هستید از 20 هفتگی به بعد باید قیدهای قانونی بسیار محکمتری برش گذاشت؟ تقریبا غیر ممکن، به خاطر اینکه در آمریکا بچه‌ای بوده که 5 ماه به دنیا آمده و تونسته زنده بمونه. بنابراین 5 ماه همون میشه چی؟ میشه حدوداً 20 هفته. یعنی معتقدید از 20 هفته به بعد نباید به مادر اجازه داد سقط جنین کنه؟ نه. تحت هیچ شرایطی؟ چرا؟ اگه مادر جانش در خطره باید بهش اجازه بدن، یا جنین داره بیماری‌های غیر قابل علاج میشه باید بهش اجازه بدن، ولی فقط خواست مادر و یا حتی مسائل اجتماعی مثل پول و فقر و اینا رو دولت باید حل بکنه و بعد از 20 هفتگی دیگه به نظر ما بله میتونه جنین خارج از بدن مادر به زندگی خودش ادامه بده. بنابراین باید به دنیا بیاد و حق حیاتش حفظ بشه. آقای افشار، شما چرا معتقدید قانون نباید وارد شه در این قضیه؟ بین قانون رسمی و قانون اجرایی باید فرق گذاشت. کافی نیست ما قانون رسمی داشته باشیم بگیم یک موضوع ممنوعه، ولی باید شرایط هم فراهم کرد. بس بنابراین خانم شاید پناهی البته معتقدن شرایط رو باید فراهم کرد، معتقدن باید به زنها کمک کرد. مثلا ایشون میگن 5 ماهگی باید بچه رو اجازه داد به دنیا بیاد، باید دولت کمک کنه. ایشون هم نمیگن که نباید کمک کرد، ولی شما اعتقاد دارید نباید غیرقانونی کرد. چرا نباید غیرقانونی؟ چرا قانون نباید وارد شه؟ قانون اصولا نمیتونه موضوع رو حل کنه. البته که قانون باید باشه، ولی بیشتر از قانون اخلاق، سنت، مذهب اینان که بشر رو هدایت میکنن. مثلا شما در نظر بگیرید قانون ما داشته باشیم ولی یه نفر دور از مرکز زندگی میکنه، 1,000 کیلومتر دور از مرکز، قانون قدرت اجرایی در اونجا نداره، ولی
مذهب یا سنت یا رسم در اون منطقه اجرا میشه. بس بنابراین قانون و سنت رو ما باید به تفاهم برسونیم و فقط تکیه به قانون نکنیم. خانم راد، اولا میخوام نظرتون راجع به صحبت‌های خانم شریعت پناهی بپرسم، بعد به صحبت‌های آقای افشار. یکی از موضوعاتی که مطرح میشه اینه که بعد از 5 ماهگی باید غیرقانونی بشه یا ممنوع بشه یا در واقع زن ادامه بده به بارداریش، یا مطرح میشه که بارداری بیماری نیست، یا مطرح میشه که جنین از فلان هفته درد احساس میکنه. خب قبل از اینکه بخوایم بحث رو احساسی بکنیم و هر کسی خودش بخواد تصمیم بگیره که نسبت به اون عضو بدنش، حالا یه روز انگشتشه، یه روز یه نطفه‌ایه که توی بدنش در واقع تشکیل شده، سوال اصلی اینه که شما تحقیقات نشون دادن که گیاهان هم درد رو احساس میکنن. شما نسبت به سالادی که نهار میخورید آیا احساس مادری دارید؟ آیا احساس دارید که دارید درد بهش وارد میکنید؟ موضوع این که درد به یک جاندار دیگه وارد نکنی موضوعی کاملا احساسیه و فکر میکنم که وصل میشه به موضوع اخلاق و مذهب و غیره. اینکه اصرار این که یه زنی باید به خاطر اینکه زنه مسئولیت پذیر باشه و بارداریش به عنوان یک تنبیه براش شکل بگیره، که حالا میخواستی اون موقع که میخواستی رابطه جنسی برقرار کنی حواست بود، تو بعد میدونستی که بدنت چه اتفاقاتی قراره توش بیفته، بعد آگاه می بودی نسبت به بیولوژی بدن خودت. بارها و بارها تکرار شده که حداقل 3/4 افرادی که تقاضای پایان دادن داوطلبانه به باردارشون رو دارن از وسایل و روش های پیشگیری از بارداری استفاده کردن اما جوابگو نبوده. هنوزم میدونیم که اکثریت قریب به اتفاق این وسایل و روش ها همه بار رو دوش زن میذارن، زن بیولوژیکی رحم داره و تخمدان داره و غیره. اینکه بخوایم بگیم قانون وارد نشه، اتفاقا بعد قانون وارد بشه، اتفاقا بعد از نگاه مرکزگرا بیایم بیرون و قانونی باشه که فراگیر باشه و به خوبی هم اجرا بشه. ولی معتقدید این قانون باید در حمایت از زنی که میخواد سخت جنین کنه وارد بشه؟ در حمایت از انتخاب آزاد و امن. شما تا 5 ماه این خانم باید احساس مسئولیت بکنه نسبت حتی به بدن خودش. شما فرض کنید اصلا یه قده تو بدن یه خانم هست، آیا این خانم نباید در عرض 5 ماه بتونه تصمیمش رو بگیره؟ خب سوال اگر... همینه، این که واقعا اگر... کسی که خب سوال... میبینه که بار داره تا 5 ماهگی صبر میکنه؟ خب همون دیگه، پس ما میگیم که قانون باید کمک بکنه به خانم در اون 10 هفته اول، یعنی اون خانم باید مراقب بدنش باشه، آگاهی داشته باشه. وقتی که شما سلامتی مثلا حتی سینه‌تون درد میکنه و بالاخره میرید دکتر، نمیذارید که همینطوری بمونه. بنابراین اون خانم بعد تا 10 هفتگی کاملا تصمیمشو بگیره و البته آمارام نشون میده که اکثرا در کشوری که قانونی خانم ها تقریبا حدود 80% قبل از 10 هفتگی این کار رو انجام میدن. خب ما برای این که خانم جانش هم، چون شما هرچی دیرتر سقط بکنید خطرات جنبی حتی بهداشتی حتی بله. تو بیمارستان برای زن بیشتره بله. درسته؟ بنابراین ما میخواییم به خانم‌ها کمک بکنیم و بگیم که شما باید آگاهیاتون رو به کار ببرید، بروز بکنید و هرچه زودتر اگر نمیخواید جنین رو تصمیم بگیرید. ولی اگر از 10 هفته گذشت شما نمیتونید یک جاندار رو، حتی یک معذرت میخوام، یک گربه رو با مثلا سالاد یکی بگیرید. وقتی که درد بر یک جانداری وارد میشه، الان توی به اصطلاح جراحی هایی که روی جنین انجام میدن الان قانون آمده که خود جنین رو هم باید بیهوش بکنن. این نکته مهمیه خانم شریعت پناهی. آیا مقایسه یک جنین به خصوص گفتی در 5 ماهگی یا بعد از اون با انگشتی که درد میکنه یا حتی بدتر از اون با سالادی که میخوری تقلیل قضیه نیست؟ چرا؟ البته که هست. من در واقع قضیه سالاد رو واقعا به واسطه اینکه درد رو مثال زدن و اینکه گیاهان هم درد رو احساس میکنن بردم که بگم این در واقع دلیل منطقی به نظر نمیاد، برای اینکه بگیم ما به یک موجود زنده دیگری که اتفاقا توی بدن یک انسان بالغ و آگاه حضور داره فلان داره ادامه میده به زیستش برای اینکه یک روزی به دنیا بیاد و تازه حق حیات براش طبق معیارهای امروز ما حداقل صدق بکنه.
نه، من همونطور که گفتم اوایل صحبتم هم این بود که الان علم پزشکی به اونجا نرسیده که بتونه یک بارداری 5 ماهه رو پایان بده با حفظ سلامتی مادر و حتی اون جنینی که من اینجا نشستم. منظورم این نیستش که از فردا همه باید برن بارداریشون رو تمام بکنن. نخیر، منم انسانم، منم احساسات خودم رو دارم و هر کسی خودش انتخاب میکنه. اما موضوعی که میایم صحبت میکنیم واقعا ما در مورد پروسه حرف میزنیم که تا شاید واقعا شاید تا 13 هفتگی 17 هفتگی داریم صحبت میکنیم. زنی که نمیخواد بارداریش رو به اتمام برسونه در هفته های اول متوجه میشه و از وقتی که تصمیم میگیره که بره این کار رو بکنه تا وقتی که دسترسی داشته باشه به اون امکانات زمان میگذره. حتی در خیلی از کشورها این زمان اولی مراجعه تا شروع در واقع پروسه پایان دادن رو اجباری میدونن، مثلا بله. تا هفته بعد بینش فاصله باشه. بله، به این موضوع میرسیم، ولی اجازه بدید اون نکته که شما در مورد قانون بله. گفتید رو با آقای افشار در میان میگذارم. آقای افشار، شما گفتید نباید قانون وارد این قضیه شه. خانم راد میگه باید قانون وارد این قضیه شه، نه برای دفاع از حق حیات جنین، بلکه برای دفاع از حق انتخاب مادر. قانون خیلی مهمه که وارد بشه، ولی اگه ما فقط به قانون تکیه کنیم واقعیت ها رو نمیبینیم. از زمانی که این موضوع الان در گفتگو قرار گرفته، اگه وسیع تر بهش نگاه کنیم، اینجا نیست که ما فقط حق حیات فردی رو مهم میدونیم، بلکه ما در موردهای دیگه، مثلا باربری مصنوعی را، بارداری مصنوعی را ما همزمان با این گفتگو الان خیلی مهم میدونیم، یا در مورد مرگ درخواستی یا اوتانازی. اوتانازی بله. ما الان در مورد مثلا مرگ درخواستی توریست مرگ درخواستی داریم. یه دقیقاشون کاملا من حق دارم عمرمو به پایان برسونم هر وقت دلم میخواد. همین استدلالیه که در سخت جنینم هست، فرد حق تصمیم داره. و اینجا فرد مادره. یعنی معتقد هستید سخت جنین، اوتانازی یعنی پایان دادن به مرگ از سر ترحم، و بارداری مصنوعی، اینها همه نتیجه شیوع فردگرایی در کشورهای پیشرفته یا کشورهایی که متأثر از اون صنعتی شدن اجتماع است یا سکولاریسم که ما رو به اینجا میرسونه. نتیجه تن اگر شما ادامه بدین این عاطفه اجتماعی از بین بره، خب وقتی که این افراد تا جوانن خیلی زندگی ساده و خوشاینده، ولی نتیجتاً میرسیم به فرهنگ سالمندی، خونه های سالمندان، تک روشی، و ببینید مفهوم زندگی از بین میره. بس ما باید هم قانون رو در نظر بگیریم و هم سنت ها رو. من فکر می‌کنم شما خیلی دارید سیاه می‌بینید اون آینده ای که اتفاقاً امروز داریم درش زندگی می‌کنیم. 95% از زنانی که قبلاً سخت جنین کردن خیلی هم راضی هستن از این کار، و این دلیل نمیشه که کسی نخواد دیگه بچه دار بشه یا کسی بی احساس باشه. خانم شایفنه، ببینید مسئله اینه که جناب افشار فکر می‌کنم در مورد جامعه شناسی این پدیده می‌خوان صحبت بکنن. ببینید ما وقتی که من شخصا خودم چون خیلی حامی خانواده هستم و خانواده رو رکن یکی از ارکان اساسی اجتماع میدونم، بنابراین شما وقتی که فردن فقط میخواید تصمیم بگیرید، این ممکنه که در مثلا پروسه دراز مدت آسیب بزنه به همون اجتماعی که این خانواده میخواد توش تشکیل بشه. من کلن نظرم اینه که احساس مسئولیت چه در زن چه در مرد فرق نمیکنه. مردی هم که اون رابطه جنسی رو برقرار میکنه باید بدانه که اگر بچه‌ای به وجود آمد او یک سری مسئولیت هایی داره نسبت به اون، حتی جنین. خب ولی من میخوام حالا از اینجا یه نقبی هم بزنم به سلامت مادر. یعنی من اینجوری نیستم که نسبت به سلامت مادر بی تفاوت باشم. من نقد دیگری که بر قانون خودمون داریم در ایران، نقد مهم من مهمتر از اون که حالا تا 10 هفتگی باید به اصطلاح اجازه داده بشه به مادر که داده نمیشه الان، فقط سخت پزشکی مجازه. علاوه بر اون من میگم در قانون ما مادر تا حتی 9 ماهگی حق داره که جنینش خودش سخت کنه. قانون جمهوری اسلامی ایران که من خیلی روش مطالعه کردم،
به مادر حق میده که حتی تا 9 ماهگی خودش دست به سقط جنین بزنه، ولی حق نمیده که کوچکترین کمک پزشکی بگیره. خب این یعنی یک مسئله است. اگر ثابت بشه کسی سقط جنین کرده، خود مادر فقط جنین، بله. این مادر از نظر قانونی جزایی نخواهد، هیچ جزایی نداره در قانون ما. و این تناقضه، یعنی شما از یک طرف برای نطفه یک روزه حق حیات قائل میشید که افراط است، از اون طرف هم حتی به مادر 8 ماهه هر جوری که دلش خواست میتونه وجود خودش رو در خطر بندازه، وجود جنین رو در خطر بندازه. من اعتقاد دارم در تا 10 هفتگی حتما باید قانون به کمک مادر بیاد و مادر رو از موجودی که نمیخوادش به نحو بسیار شایسته، بله، ایمن و قانونی خلاص بکنه. بین 10 تا 20 هفتگی با شرایط، بعد از 20 هفتگی اگر که معیار خانواده شما رو نخوام زیر سوال ببرم و بگم خانواده آرمانی چه جور خانواده ای، چون ممکنه با هم مخالفتی داشته باشیم توش، اتفاقا افرادی که دارن دفاع میکنن از حق طبیعی پایان دادن به بارداری برای زنان به خانواده های شادتری فکر میکنن، به افرادی فکر میکنن که اگر 10 هفته شون شد 11 هفته و مجبور بودن تحمل بکنن یک بارداری رو تا آخر، به اون فکر میکنن که اون والد قراره چطور والدی بشه. ولی خانم راد، اگر شما بگید که زن حق داره با بدن خودش این کارو بکنه، سقط بکنه یا نکنه، و این حق رو کامل بدونید بدون هیچ خدشه‌ای، احتمالاً به این نتیجه هم میرسید که یک فرد معتاد حق داره دارو مصرف کنه برای اینکه بدن خودشه. معتاد میتونه ترک کنه آقای کریمی، ولی بله؟ یک زنی که زایمان کرد نمیتونه ترک کنه. یعنی اصلا این دو تا با هم دیگه قابل مقایسه نیستن، مخصوصا اعتیاد که یه عمل کاملا خودخواسته است، واقعا میشه پیشگیری کرد ازش که دچار اعتیاد نشد و در شرایطی که ما لوازم پیشگیری از بارداری میدیم که کار نمیکنه. خانم شریعت پناهی هم میگه با اون در واقع مکانیزمایی که ایشون توصیه میکنه میشه به این سمت رفت که بشه پیشگیری کرد، بشه آموزش داد و از یه جایی به بعد بشه گفت که خب شما دیگه نمیتونی سخت کنی، دولت میاد کمک. البته الان هم همینطوره، الان هیچ جای دنیا در 5 ماهگی شما واقعا نمیتونید یه پروسه خیلی عادی پیشگیری در واقع پایان دادن بارداری داشته باشی، هیچ جا نمیتونید، به خاطر اینکه دقیقا سلامت مادر و سلامت اون جنینی که شما میگید درد داره، احساس داره، جان داره، اجازه نمیده که این اتفاق بیفته. برای همین پروسه بعد از اون رو تقویت میکنن، اینکه از نظر روانی و از نظر جسمی، از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی دچار تبعیض نشن این دو فردی که وارد جامعه دارن میشن بعد از این بارداری که اتفاق افتاده، یکی که متولد شده و از حقوق کامل بشر برخورداره و یکی بله. که زن بوده و یه زایمانی کرده. ما نزدیک میشیم دیگه، یعنی شما هم بله. اون حد 5 ماهگی رو تا ما به هم نزدیکیم تا جایی که دنبال دلایل این بگردیم که یک زن چرا نباید به بارداری خودش پایان بده. ببینید من میگم احساس مسئولیت باید بکنه زن. من دارم میگم که این احساس مسئولیت نمیشه اسمش گذاشت. اگر 5 ماه این خانم یک موجودی رو در بدنش داره، گفتم حتی ممکنه که فکر کنه که مریضه، ممکنه فکر کنه که خب چرا من طبیعتم به هم ریخته، اگه این خانم در عرض 5 ماه نتونه بره دکتر و نتونه به اصطلاح بفهمه که با بدن خودش چه بکنه، وقت شما بعد از 5 ماهگی فقط مادر رو واقعیت اینه که سقط جنین خیلی تصمیم دشواریه دیگه، درسته. و این تصمیم دشوار رو شرایط دیگه میتونه دشوارتر هم بکنه، فشارهایی که از این ور اون ور به بله از اجتماع از خانواده میاد و این دشوار بودن این تصمیمی که این رو کش میده دیگه، درسته. به این ترتیب گفتن این که زن یه جایی باید دیگه تصمیمشو بگیره یه مقدار خب ببینید بعد از اونجا ما میگیم اگر جانش در خطر بود، اگر سلامت روانیش در خطر بود اشکال نداره، ولی اگه گفت مثلا من فقیرم نمیتونم بچه رو از نظر اجتماعی بزرگ کنم، خیلی خوب دولت باید بیاد این وسط و به این آدم کمک کنه. روند زندگی عادی یه زن اینه که وقتی که به دوره بلوغ رسید شروع کنه از 15 سالگی حواسش به بارداریش باشه، در تمام طول زندگیش از 15 سالگی تا 44 سالگی در دورانی که عادت ماهیانش رو نداره حواسش باشه که باردار نشه، ازدواج بکنه و حتما بچه دار بشه چون که زنه. این دقیقاً باستولید اون فرهنگ مردانه قدیمی. شما کتاب خانم اوریانا فالاچی رو خوندید، نامه‌ای به فرزندی بله. که زاده نشد. ببینید مسئله اینه که یه ارتباط روحی بین زن و جنینش به وجود میاد، خواه و نخواه، به خاطر اینکه یک موجودی گفتم بعد از 10 هفتگی به خصوص این موجود دارای جانه، شما میتونید احساسش بکنید. خب بنابراین این
ارتباط عاطفی که آقای افشار اشاره کردن بسیار مهمه. یعنی شما اگر روی عواطف انسانیتون خیلی بیتوجه بشی، بعد یواش یواش اجتماعیتون میره و رباتیک میشه. اما این عواطف انسانی فقط در مورد این نیستش که من جمله‌مو تموم کنم. من جمله‌مو تموم کنم. هفته پیش بود فکر کنم تو بی بی سی خبری اومده بود که ربات‌هایی که ببخشید عمل جنسی رو میتونن انجام بدن. خب بنابراین اگر ما بخوایم زندگی رو به اون سمت ببریم، البته آزادیم، نسل جدید خیلی راحت میتونه همه چیز رو رباتیک بکنه و عواطف هم به صفر برسونه و همه هم آزادن، همه هم شادن، ولی من به عنوان یک مادر، من به عنوان یک زنی که واقعا احساس مادری داشتم و همچنین سقط جنین غیر عمدی البته طبیعی داشتم، میخوام بهتون بگم که به هر حال این ارتباط عاطفی رو ما نباید بهش میتوجه. خب همین که شما فکر میکنید من که اینجا نشستم احتمالاً مادر نیستم، پس نمیتونم روی موضوع حرف بزنم یا احتمالاً سقط جنین نداشتم که اون احساس عاطفی، من اصلاً منکر به وجود اومدن اون احساس عاطفی نیستم. تنها نکته‌ای که میخوام یادآوری بکنم اینه که زنی که دست به این انتخاب میزنه که بارداریشو پایان بده به هر دلیل، به دلیل اجتماعی، به دلیل اینکه میخواد شغلشو نگه داره، به دلیل اقتصادی یا به هر دلیل دیگه ای، ده. انسان بی عاطفه‌ای نیست. درست. و قرار نیست بعداً بهش بگیم تو باید پشیمون باشی. ولی تا 5 ماه دیگه تصمیم بگیری دیگه. حالا اینکه از کی تا کی اون یه بحث دیگه است. اما موضوع اینه که زنی که این انتخاب رو میکنه اتفاقاً زن بی عاطفه‌ای نیست. هیچ چیزی از انسانیتش کم نشده اگه انتخاب کنه. افشار در حوزه جامعه شناسی در این زمینه مطالعاتی که انجام شده به ما در مورد پیامدهای نگه داشتن جنینی که زن نمیخواد نگهش داره چیزی ما دریافتیم؟ ما در خیلی خانواده ها عوارض دیگه ای داریم، مثلا الکلیان و فرزندایی که به دنیا میان در یه شرایط بدی بار میان، ولی راه حل در این نیست. یعنی اگر اونجا اجتماع یا سازمان‌های غیر دولتی مذهبی یه قدم جلو بذارن، کمک کنن به این خانواده‌ها، بچه‌ها رو بدن به خانواده‌های دیگه‌ای که آرزوی بچه‌ای دارن، موضوع قابل حله. ولی اگر ما شما فکر بنا این جامعه شناس فکر نمی‌کنید که وادار کردن زن برای نگه داشتن جنینی که نمی‌خواد و وادار کردنش برای به دنیا آوردن این عوارض اجتماعی چندان سنگینی داشته باشه؟ فقط اگه بار رو دوش مادر بذارن و با قانون بگن مجبور این کار رو انجام بده، نتیجه مثبتی نخواهد داشت. ولی اگه در کنارش بیستن، در سنت های کشورهای مثل ایران این بود که افراد تنها نبودن، بله، خانواده حمایت میکرد، کنارشون بودن، و اگر این بار رو مشترکانو به دوش بگیرن خیلی فرق داره. در دنیای سنتی یه زن گاهی تک تنهاست و اکثر این سقط جنین 83% در آمریکا نشون میده کسانی هن که همسر ندارن. بس فشار فوق العاده رو افراد زیاده. بس اگه ما دنبال راه حل باشیم باید فشار رو کم کنیم، نه که دست به تحمل نکردن بزنیم، چون ما در همه مورد میتونیم بگیم بعضی چیزا مورد تحمل ما نیست. همینجور که اگر مرض شدید باشه خب دنباله. خب یه زنی که به قول شما همسر داره و در چارچوب کاملا نرمال و کاملا مرسوم جامعه با یک مردی در ارتباطه و بعدش هم حامله میشه و بعد به این نتیجه میرسه که خب من نمیخوام این بچه رو نگه دارم، این بچه رو در واقع از زبان خودش دارم میگم، تصمیم ما بهش بگیم که تو تا 9 ماهگی این بارداری رو تحمل کن، بعدش این بچه رو از تو جدا میکنیم و بعدش قراره دوباره زندگی همونطوری بشه که هست. آیا واقعا این اتفاق میفته الان؟ نه، زنی که همین که باردار باشه در محل کارش، در اجتماع شروع میشه راجبش یه طور دیگه فکر کردن، مادر بودنش رو اولویت دادن به هر نقش اجتماعی دیگه که قراره به عنوان یک انسان داشته باشه. شما میگید که یه زنی که همسر نداره 83% بیشتر شانس اینو داشته که دست به پایان دادن بزنه. اتفاقا به خاطر این بوده که فشاری روش نبوده، به خاطر اینکه میدونسته که من زن مجردی هستم و کسی از من انتظار نداره بچه داشته باشه. شما معتقد هستی که ضربه روحی ناشی از به دنیا آوردن بچه ولی
سپردنش به دیگران بیشتر از سخت جنینه، دقیقاً بیشتر از ضربه دقیقاً کسی که میخواد این سخت جنینه انجام بده دچار یک اتفاقی افتاده که پیش بینی نشده بوده براش، نمیخواسته باردار بشه و بارداری ناخواسته براش پیش اومده، برای همین میخواد پایانش بده. فکر میکنی در اون مرحله اگر پایان بده ضربه روحی کمتریه تا به دنیا آوردنش؟ البته صد البته. خانم شهیت پناهی نظرتون چیه؟ من ببینید الان ایشون به فرزند خواندگی اشاره کردن، یعنی مادری بوده حامله شده بچه را میخواسته بعد به دنیا آورده ولی بعد برده و گذاشته پشت در مثلا پرورشگاه و بعد اون بچه حالا دچار آسیبای روانی هم شده و بعد رفته توی خانواده. بنابراین اینطوری که من اتفاقا خیلی میپسندم نظرات آقای افشار، ببینید ایشون میگن که شما به مادر سرویس بدهید که او تصمیمش رو درست‌تر بگیره، یعنی گفتیم تا 10 هفته که خب کاملا آزاده و واقعا هم باید بهش حق داد که تصمیم بگیره، اما از اون وقتی که اون موجود دارای ارتباط عاطفی پیدا میکنه با مادر، بهتره که ما به مادر کمک بکنیم اگه بتونه اون بچه رو نگه بداره، اگر هم نمیتواند به دیگرانی که از این نعمت، ببینید من اینو به عنوان یک نعمت، بله این به عنوان یک نعمت نمیتونن بچه دار بشن اومده باشه، نه در جامعه امروز ایران یک زن مجرد باردار شده باشه. شما میدونید چه اسمی میذارن، اسم اون بله. فرزندی که قرار به دنیا بیاد و چه استیگمایی در انتظارشه. بله من این دنیای آرمانی که شما دارم. تا آخر اینو حمل کن، اتفاقا همون رباتیسمه. شرایط رو قبول دارم، شرایط رو قبول دارم، هر خانومی در هر جایی باید مواظب عواقب کاری که میکنه باشه، اون در اول گفتم، ولی بین این دو تا انتخاب که آیا ما به مادر کمک بکنیم که بتونه بچه رو به دنیا بیاره و یک زن دیگری که نمیتواند بچه دار شود، اتفاقا سوژه بسیاری از فیلم هاست که زنی که نمیتونه حامله بشه چقدر ناراحته و چقدر دوست داره یه بچه‌ای داشته باشه و چقدر فرزند خواندگی، الان حتی خانم آنجلیا جولی که بچه از خودش هم داره باز میره بچه آداپت میکنه، یعنی ما چرا این به این سمت نریم که رابطه بین مادر و فرزند رو قوی‌تر کنیم؟ مثلا اینه که بسیاری از همفکران خانم راد معتقدن که باید سعی کرد به اون سمت رفت، ولی آیا به عنوان توصیه یا به عنوان منع قانونی؟ میدونی خانم شهیت پناهی، من چیزی که در توصیه شما میبینم، در روشی که شما پیشنهاد میکنید میبینم اینه که تا مثلا 10 هفتگی با زبان اقناع با زن صحبت کنید، بعد بلا فاصله قانون مثل عجل وارد میشه. این تفاوتی مقدار خیلی از زنها، خیلی از زنها میترسن که اگر برن کانالهای سفت قانونی رو بکاون، اینقدر این بروکراسی این رو طول میده تا به جایی میرسه که دیگه عملا امکان سفت قانونی نخواهد بود. یعنی واقعیت امروزه منظورم اینه که چیز دیگه است. کاملا شما درست میگید، ما تا بین 10 تا 20، 10 هفتگی تا 20 هفتگی هم من با شرایط مثل این که مثلا یه جریمه مالی مادر بشه یا اینکه از سیستم بیمه محروم بشه، چرا که شما دارید به سیستم بهداشتی، یعنی در واقع کسی که سخت جنین کرده و قانون میگه نباید میکردی از بیمه هم محروم بشه. نه که... وقتی که میخواد تصمیم بگیره، اگر تا 10 هفتگی تصمیم گرفت تمام سیستم بهداشتی بهش کمک کنه، اگر بعد از 10 هفتگی بود حتی اون هفته یه جریمه هایی از جمله لغو بیمه، از جمله لغو بیمه بهش بشه که واقعا مراقب باشه و من احساس مسئولیت بکنه. ما با فرزند خواندگی اصلا مشکلی نداریم، من شخصا مشکلی ندارم، ولی راه حل بچه دار شدن خانواده یا انسانهایی که میخوان بچه داشته باشن و نمیخوان خودشون این بارداری انجام بدن، این نیستش که یه سری انسان رو محروم بکنیم از حق طبیعی پایان دادن داوطلبانه به بارداریشون، برای اینکه بعدا قراره این خانواده ها بچه دار بشن. راه حل کاهش آمار سخت جنین در این نیستش که ممنوع بکنیم، اتفاقا در اینه که سرمایه گذاری بیشتری روی پیشگیری از بارداری های ناخواسته بکنیم. کما اینکه اگه شما $1 دوباره آمار سازمان بهداشت جهانی و گاتمچر، اگر شما $1 سرمایه گذاری میکردید روی پیشگیری از بارداری، 1.47 دلار قرار بود که سود بگیرید در واقع از اتفاقاتی که بعد از سخت جنین های غیر بهداشتی میفته. اینو من کاملا موافقم، اینو کاملا موافقم، همعقیده ایم، ولی شما طوری برخورد میکنید که حق طبیعی به پایان رسوندن و این حق طبیعی نیست، چون
حق مادر رو در نظر میگیرین، حق جنین رو در نظر نمیگیرین. حق حیات و تمام حقوق بشری که ما در موردش صحبت میکنیم همشون اشاره میکنن از بد و تولد. پزشکی امروز به ما نشون میده که حق حیات به وجود میاد. ما دیگه نمیتونیم پزشکی امروز رو دیگه در نظر نگیریم. از این هفته به بعد، از 10 هفتگی تا 20 هفتگی، یواش یواش یه حیات جدیدی به وجود. اسمشو نمیذاریم حق حیات. چرا نمیتونیم حق حیات بزنیم؟ درسته که یه چیزی که زنده است، ولی حق حیات رو اطلاق نمیشه بهش. چه فرقی داره؟ دقیقاً همون فرق داره که بین ما راجع به حق حیات حیوانات به عنوان حق حیات صحبت نمیکنیم. متاسفانه معیار شما برای اینکه یک چیزی جانداره یا جاندار نیست، بر اساس اون چیزی که گفتید میتونه سیستم اعصابی که به قول خودتون درد میکشه این موجود. آیا اگر این موجود درد میکشه، خانم راد، شما سعی نمیکنی از درد کشیدن این موجود، به خصوص اگر قرار فرزند شما باشه یا ممکنه فرزند شما باشه، ممانعت به عمل بیاری؟ البته اگه قراره که 10 دقیقه درد بکشه و بعد هزاران سال درد نکشه، البته من اون انتخاب میکنم که در واقع تصمیم میگیرم از قدرت تصمیم گیری خودم برای اون کسی که قراره به دنیا بیاد ناخواسته وارد این دنیا بشه و منی که به عنوان زاینده اون موجود این امکانات رو ندارم که برای زندگی شاد و آسوده فراهم بکنم و قراره که درد بکشه، لزوما نه درد فیزیکی از سیستم اعصاب بلکه درد روانی. تقریبا بدون تفسیر معتقد هستید، بدون قید و شرطی معتقد هستید که اونهایی که به دنیا اومدن بدون اینکه مادرشون خواسته باشه، اینا قراره در طول زندگیشون درد بکشن؟ قرار نیست 100% من آمار بدم، ولی معمولا ما بچه ناخواسته رو میدونیم که چه اتفاقاتی براش میفته توی جوامعی که واقعا حمایت تامین اجتماعی وجود نداره برای همه بچه‌ها. بیشتر مادرانی که همه زجر کشیدن، بله. خوشبخت‌ترین زن، بله. یکی از خوشبخت‌ترین زنهای دنیا. ولی بیشتر مادرانی که در یه مرحله قصد داشتن سقط جنین کنن به دلایلی نکردن، بعدن وقتی فرزند به دنیا میاد، اگر ازشون بپرسید، خودتونم میدونید، میگن که این فرزند رو ما دوست داریم و میخوایم. به هر دلیلی، شما ممکنه اسمشو غریزه مادری نگذارید، چیزای دیگه بگذارید. این موضوع موجب نمیشه که زنی حق نداشته باشه. تصمیم به سقط جنین ممکنه در یه مرحله‌ای غالب بشه، فائق بشه بر تصمیم دیگه، اما این قرار نیست که سایه بندازه روی عاطفه مادر نسبت اون فرزند. دقیقاً این نکته که میگی درسته، سایه نمیندازه روی عاطفه یک انسان نسبت به یک انسان دیگه که تو این رابطه مادر و فرزندیه. اتفاقاً همین موضوع مهمه. اونجا که من دفاع میکنم ازش، انتخاب آزاد و ایمن برای مادر شدن یا مادر نشدنه در هر مرحله از زندگی، میخواد از در 10 هفتگی باشه یا میخواد بعد از تولد باشه، وقتی که اون مادر شما بهش میگید مسئولیت پذیریش رو از دست میده، من میگم انتخاب میکنه برای اینکه یک مسئولیت مادری رو بر عهده نگیره. البته هم اینطور نیست که در دنیای امروز بگیم بچه رو ببره یه جای ول بکنه. واقعا باید سیستم ها، همونطور که شما میگین، ساختارهای قانونی و در واقع فرهنگی وجود داشته باشه که زندگیشون تامین کنه. دیگه اینجا به فراموشی سپرده شد. حق مادر رو ما بررسی کردیم، حق جنین هم بررسی کردیم، حق پدر کجا بود؟ ما نمیتونیم فقط بگیم مادر حق داره، پدرم یه حقه تصمیم گیری در مورد جنین داره. بله. اگه مادر تنها بتونه یه بچه رو به وجود بیاره، خب باشه، میشه بررسی کنیم رو این دو حق، جنین و مادر. ولی فعلا ما در مورد بارداری‌های ناخواسته صحبت می‌کنیم و در مورد زنی داریم صحبت می‌کنیم که از نظر خودش این بارداری ناخواسته است. حتی اگه مردی اسپرم داده و خیلی هم دلش میخواد که از اون زن بچه دار بشه یا پدر نقش پدری رو بگیره، نمیتونه تحمل کنه برای زن مادر شدن رو. یعنی شما در این معادله به هیچ وجه جایی برای پدر قائل نیستید؟ البته که شرایط اگه خیلی بد ببینیم میتونیم یه دعوای خانوادگی تصور کنیم، اما معمولا این اتفاق نمیفته. معمولا کسانی که معمولا میفته. نه، معمولا این پدر نیستش که میخواد بچه رو نگه داره و مادر بگه من نمیخوام بچه دار بشم. اگر این اتفاق داره میفته، به خاطر تبعیض‌های رایج در جوامع مردسالاری که این زن تا آخر عمرش قرار مادر باشه، اما شما هیچ وقت یک پدر رو تا آخر عمرش پدر نمیبینید. باید ببینیم. چه نمیدونم. اینکه باید ببینیم یه چیزه. خانم راد، ببینید، مسئله اینه. دوباره بحث قبلا شده. شما از یک جایی میخواید حرکت کنید به یه جای دیگه. خب حالا اگر ما بتونیم مسئولیت پدر رو در همین زمینه
حداقل بعد از همون ده هفتگی که حالا هممون متفقیم که قبلش اشکال نداره، ما مسئولیت پدر رو اینقدر سنگین‌تر بکنیم تا اینکه این مادر رو راضی بکنه. ولی از مسئولیت اجازه از مسئولیت که بگذریم، شما خانم شریعت‌پناهی فکر میکنید در این معادله حق پدر چی هست؟ بله وجود داره، وجود داره، منتها باز وجود داره تا چه مرحله‌ای به چه شکلی؟ یعنی اگر پدر نخواد نباید سخت جنین انجام بشه؟ نه مثلا. نه اینم نمیتونم، یعنی من که قبلا خیلی مطالعه نکردم، ولی احساس من اینه که بعد از همون ده هفته که گفتم بله با پدر باید مشورت بشه، یعنی اینکه او هم من سهمی داشته باشه در این تصمیم. من روی حقوق پدر الان صحبت نمی‌کنم، من رو مسئولیت پدر صحبت می‌کنم، چرا که وقتی که اون زن تنهاست همطور که آقای افشار فرمودن، خب خیلی بیشتر میره طرف اینکه این کار رو بکنه. چرا؟ ولی اگر چرا پدری در میانه بله اگه پدری در میانه ممکنه حتی مادر راضی بشه که این بچه رو مثلا به دنیا بده به پدرش. در شرع اسلام خانم شریعت‌پناهی شما در این زمینه تخصص دارید، پدره که صاحب بچه فرضشه، برای همینه که اگر زن سخت کنه باید دیه به پدر بده. بله. اینو چجوری میشه توضیح بله ببینید، نه من اینقدر حق زیاد که به اصطلاح پدر بخواد تصمیم بگیره نیستم، ولی قائل به مشورت هستم. یعنی وقتی که خانومی حالا تا اون ده هفتگی به هر دلیلی نمیدونست نمیتونست، بعد از ده هفتگی خواست این کار بکنه، حداقلش اینه که با پدر بچه اگه میشناسه مشورتی بکنه و شاید این حق حیات جنین با کمک پدر بچه به یه جای خوبی برسه و این موجود به اصطلاح خیلی هم مفید باشه. وقتی که علم اونقدری که روی روش های پیشگیری از بارداری برای زنان تمرکز کرده و در قبالش روی لذت جنسی مردان فقط تمرکز کرده، به یه جایی رسید که همونقدر که زنها انتخاب آزاد برای روش پیشگیری از بارداری داشتن، مردها هم داشتن، همونقدر که نگرانی ها و مسئولیت مادر شدن والد شدن روی زن ها امروز هست، روی پدر ها هم بود، اون موقع میتونیم خیلی راحت راجع به حقوق مرد و زن صحبت کنیم. بریم به اون سمت، میریم به اون سمت. تا اون موقع نمیتونید حق رو از زنی که الان مجرده یا همسر داره یا اصلا در هر شرایط زندگی هست و نمیخواد بارداریش رو ادامه بده، نمیخواد مادر بشه، نمیخواد نقش مادر بیولوژیکی رو بگیره، این حق رو ازش سلب کنیم. ما فقط شما هم هی باز میاد سر پنج ماهگی، من باز هی یادآوری میکنم که روش های دیگری هستش روش. در یک روزگی جنین یک مسئله است، در پنج ماهگی جنین یک حالا شما فعلا این حق ده ماه ده هفتگی رو بدین به ما تا بعد رسیدیم به شما. نه به خانمایی که ده هفتگی شما بین یک روزگی و چهار ماهگی و هفت یا هشت ماهگی تفاوتی میبینید؟ تفاوت در روش پایان دادن به پروسه مادر شدن میبینم. ولی این تفاوت نباید در حق انتخاب مادر برای اینکه سخت کنه یا نکنه هیچ تأثیر بگذاره. تأثیری بذاره. باید انقدر شرایط ساختار قانونی، فرهنگی آماده باشه و اقتصادی البته آماده باشه که مادر بتونه تصمیم بگیره که کجای نقش های زندگیش قرار میگیره. اگر قانونگذار وقتی جنین هشت ماه هست به مادر این جنین بگه که من میخوام این به دنیا بیاد چون از نظر قانونگذار جان داره و تو باید اجازه بدی به دنیا بیاد، بعد از اون ما حمایتش میکنیم، تو کاری با این فرزند نخواهی داشت، این رو شما یک پروسه قانونی قابل قبول میدونید؟ با توجه به شرایط پزشکی امروز بله. حتی اگر خود این مادر نخواد؟ بله، به خاطر اینکه جان مادر هم در خطر خواهد بود اینطوری و بعد میتونه وارد پروسه اوتانازی بشه. پس شما موافق هستید یه جایی قانونگذار وارد بشه و مانع بشه از حق انتخاب مادر، منتها معتقدید این خیلی دیر زمانی که جان مادر هم در خطره؟ ما در مورد حق انتخاب پایان دادن به بارداری داریم صحبت میکنیم، نه قانونگذار باید مهیا بکنه که یک مادر، یک زن بتونه مادر بشود یا نه، اما اینکه انتخاب های مختلفی در بازه های زمانی مختلف بذاره کما اینکه پیش رو باشه، کما اینکه همین ابتدای ده هفتگی نه بس انتخاب نیست، اینجا اجبار نمیفته اینجا اگر قانون بگه که مجبوری چون هشت ماه هست جنین. بله موافقم با توجه به شرایط پزشکی امروز چون جان مادر در خطر خواهد بود. پس شما هم تحت یه شرایط خاصی معتقد هستی قانونگذار باید منع کنه؟ قانونگذار برای سلامتی شهروندانشه که داره این کارو میکنه. مجاز و غیر مجاز بودن یه موضوع است، حرفه‌ای عمل و انجام دادن و غیر حرفه‌ای عمل دادن یه موضوع دیگه است. شاید مجاز باشه ولی اگر غیر حرفه عمل انجام بگیره خطر ایجاد میکنه. بس ما باید کوشش کنیم این حالتی که الان همه جا پیش اومده که وقتی که
غیر مجازه دست به عملای غیر حرفه‌ای میزنن، خطر به هم برای مادر ایجاد میکنه، هم برای سلامتی آیندهش. ما جلوگیری از اون بکنیم. بله. در آمریکا در سالهای 50 تا 60 5000 تا بانوان در سال از بین میرفتند، چون دست به عمل غیر حرفه‌ای میزدن و غیر قانونی. غیر قانونی. و قانون باعث شده که الان این خطر رسیده به 0.3%. بس این خیلی مهمه که این موضوع رو ما در نظر داشته باشیم، فقط تکیه به قانون نکنیم. بل. یعنی امتیاز اختفا... قانون بل. اینه که حفظ سلامتی مادر و زن رو فراهم میکنه. از اختفا در بیاد. فکر میکنم هر دو مهمان با این نظر شما موافق باشن. البته بسیار ممنون. به آخر برنامه این هفته میرسیم. تشکر از شما که پایین بحث نشستید و از مهمانهای برنامه فرهاد افشار، جیلا موحد شریعت پناهی و سوده راد. در صفحه پرگار در وبسایت بی بی سی فارسی هم میتونید برای ما ایمیل بفرستید و هم برنامه رو ببینید. نسخه صوتی یعنی پادکست برنامه هم در صفحه پرگار در وبسایت هست و از فیسبوک برنامه مطابق معمول میتونید استفاده کنید و همین بحث رو اونجا ادامه بدید. شب و روز بر همه شما خوش.